به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام و مجموعه خبری کانال جنرال انفو خوش آمدیم. کشته شدن 76 طالب در ولایت کندهار. مسئولان امنیتی کندهار از کشته شدن 76 جنگجوی طالبان در نتیجه حملات زمینی و هوایی نیروهای داخلی و خارجی در دو ولسوالی این ولایت خبر می دهند. با گزارش اسپوتنیک و نقل از سلام وطندار، جمال ناصر بارکزی سخنگوی پلیس ولایت کندهار می گوید که شب گذشته در نتیجه حمله زمینی نیروهای دولتی و حملات هوایی نیروهای مأموریت پشتیبانی قاطع در ولسوالی شورابک این ولایت 55 طالبان کشته شدند. آقای بارکزی گفت 18 طالب در جریان حمله هوایی نیروهای مأموریت پشتیبانی قاطع در ولسوالی ارغستان و 3 طالب دیگر در ولسوالی میوند این ولایت نیز کشته شدند. سخنگوی گروه طالبان می افزاید که در این حملات 36 جنگجوی دیگر این گروه زخم برداشتند. گروه طالبان تا کنون در این باره ابراز نظر نکردند. کندهار یکی از ولایت های ناامن کشور است که گروه طالبان در بیشتر ولسوالی های این ولایت فعالیت دارند. روستانشینان درباره صلح و انتخابات چی می گویند؟ در این گزارش با روستانشینان گفتگو شده است که برخی از آنها دور از حاکمیت دولت زیر پرچم طالبان نیز به سر میبرند. تامین صلح و اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری خواست هایی است که باشندگان شهرهای افغانستان همواره از آن سخن گفتند. اما در روستاهای کشور مردم درباره این دو پدیده چی میگویند؟ بیشتر این روستانشینان چه زیر حاکمیت دولتی و چه زیر اداره طالبان صلح را از نیازهای اصلی در کشور می دانند. محمد یونس دور از پایتخت و دور از حاکمیت دولت در روستای برکی راجان ولسوالی برکی برک ولایت لوگر زیر پرچم طالبان نفس می کشد. محمد یونس که از مهاجرت برگشته است می گوید که تنها با آرامش در وطن می تواند به آنچه که برای خود و خانوادهش می خواهد برسد. من چه کنم؟ بروم دزدی کنم؟ آدم کشی کنم؟ چی کنم؟ یک نرمگک صلح باشد که ما مردم خوشبخت شویم. اگر صلح باشد آرامی باشد. همین گشنگی را تیر میکنیم، مگر این جنگ را نه. حمیدالله باشنده دیگر برکی راجان است. او در بازار این روستا صرافی دارد. حمیدالله میگوید که او و شماره دیگر از مردم این روستا نتوانستند در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و اکنون بیشترشان در این باره حسرتی در دل دارند. ما نتیجه انتخابات را چی کنیم که اعلام شود؟ اگر اعلام شود باز هم همان چیز جریان دارد. بهترش همین است که صلح شود که مردم آرام و آسوده در خانه خود زندگی بکنند و کاروبارشان درست شود. اما در خانه یکی از بزرگان روستای خواجه چاشت ولسوالی ده سبز کابل چیزی که داغ است بحث انتخابات ریاست جمهوری است. بزرگترین ناخوشنودیشان هم به درازا کشیده شدن اعلام نتیجه این انتخابات هست. محمد عمر باشنده روستای خواجه چاشت کابل گفت آرزوی همین را داشتیم که امنیت داشته باشیم، یک رئیس جمهور داشته باشیم که خواسته های کل مردم سرش برآورده شود. محمد نظم باشنده دیگر این روستا نیز افزود حال نه پادشاه ما حسابش معلوم است و نه رعیت ما، بیچاره و خوار و غریب هم چیزی کرده نمیتواند، خان صاحب ها و تاجران هم چیزی کرده نمی توانند از ترس و لرز. جدا از بخش های زیر حاکمیت و دولت و بخش های در دست طالبان، در بخش های دوردست هم که مردم خودشان تامین امنیت را به دوش دارند، صلح و دسترسی یکسان شهروندان به خدمات و خواست های اساسی مردم را می سازند. قادر خان که در یک چنین محیط باغدار است در این باره گفت خود ما هم کدام تعلیم و درس نکردیم. کلش در جنگ و بدبختی تیر شد. اما می ترسیم که اطفال ما هم از این پس در کدام فقر و بیچارگی و بی تحصیلی بمانند. و هم در ترس هستیم. هر سال با سپری شدن فصل سرما بخش های از افغانستان گواه افزایش خشونت ها بودند. اما ماها است که مردم می پرسند آیا می شود که آخرین روز این زمستان را با امید فردای دگرگونی بگذرانند؟ همچنان یک خبر دیگر، قیصاری خواهان بررسی چگونگی حمله نیروهای امنیتی بر خانه اش شد. نیروهای امنیتی با حمله بر خانه آقای قیصاری ساعتها با افراد او درگیر شدند، اما سرانجام موفق نشدند او را بازداشت کنند.
در حدود دو ماه پس از حمله نیروهای امنیتی از زمین و هوا بر خانه نظام الدین قیصری در مزار شریف، اکنون این فرمانده پیشین پلیس ولسوالی قیصر ولایت فاریاب خواهان بررسی چگونگی این حمله است. نظام الدین قیصری میگوید که نهادهای عدلی و قضایی باید چگونگی حمله های هوایی و زمینی نیروهای امنیتی را بر خانه اش بررسی کنند. نیروهای امنیتی با حمله بر خانه آقای قیصری ساعتها با او درگیر شدند. سرانجام موفق نشدند او را بازداشت کنند. از آن زمان تا کنون مکان بود و باش نظام الدین قیصری مشخص نیست. او در این گفتگو نیز جای بود و باشش را نگفت. من که 6 ماه پیش در امنیت ملی بودم، چرا از یکی ما بازخواست نکرد و مرا به سارنولی و محکمه راجعه نکرد؟ نظام الدین قیصری میگوید که از این حمله نیروهای دولتی جان به سلامت برد، اما 6 تن از نگهبانانش کشته شدند. این فرمانده محلی میافزاید که هنگام حمله های هوایی نیروهای دولتی همسر و فرزندانش نیز با او بودند. آنگونه که از خانه بیرون شدم همان گونه خرابی کرده می توانستم. من همراه 2 نفر از خانه بیرون شدم با 2 میل کلاشینکوف. بشیر احمد تعیین سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان نیست در این باره گفت هیچ ارگان امنیتی چی عدلی و چه قضایی باشد، چی کشفی و چی استخباراتی هنوز برای تحقیقات و اجراتشان برای بکیفر رساندن عاملان این قضیه با ما هیچ گونه اطمینانی ندارد. از سوی دیگر پرسش ها درباره چگونگی کشته شدن عامر ستار قربندی از طرفداران دسته انتخاباتی اشرف غنی که چند پیش در یک عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی در شهر کابل کشته شد نیز بی پاسخ مانده. جوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی در این باره گفت این تیم حقیقت یاب همه تحقیقاتشان را انجام دادند، با تمام جوانب گپ زدند و تحقیقاتشان پایان یافته است که تحقیقات و راپورشان را به رئیس جمهور فرستادند تا اینکه وی از آن مطالعه کند. اما هیچ یک از اعضای این هیئت 10 نفری حاضر نیست که درباره جزئیات یافته هایشان از این رویداد اطلاعات بدهند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی گفت هر قضیه که در لوی سارنوالی افغانستان به خاطر بررسی مواصلت بورزد، تحقیقات آن قضیه در روشنای احکام قانون به گونه عادلانه و منصفانه اجرا خواهد شد. علی فرهنگ حقوقدان در این باره اظهار داشت. تشکیل هیئت، تشکیل کمیسیون برای رسیدگی به یک موضوع جرمی و یک اتفاق کلان مبنای قانونی ندارد. قانون نهادهای را توظیف کرده است و در قانون صراحت دارند. با این همه شماره از حقوقدانان میگویند که اگر جزئیات این رویدادها روشن نشود و نیز عدالت در این باره تامین نگردد، ادعای استفاده سیاسی از نیروهای امنیتی بیشتر مطرح خواهد شد. طالبان خواستار مسئولیت پذیری آمریکا در گفتگوهای صلح شدند. حکومت افغانستان صلح را اولویت می داند و انتظار دارد که طالبان به صلح واقعی آماده شود. همزمان با ادامه گفتگوهای غیر رسمی نمایندگان آمریکا با گروه طالبان در قطر، این گروه در خبرنامه گفته است که واشنگتن باید برای رسیدن به صلح گام‌های جدی بردارد و حکومت افغانستان مانع صلح نشود. طالبان در خبرنامه خواهان مسئولیت پذیری ایالات متحده در گفتگوهای صلح شدند و گفتند که هر گونه تأخیر در این روند به پایان جنگ کمک نخواهد کرد. همچنان در بخش از این خبرنامه آمده است تأخیر و بهانه های موجود در این مسیر دلیل ادامه بحران است و ایالات متحده آمریکا باید درباره موفقیت های روند صلح گام های جدی بردارند و مسئولیت های خود را انجام دهند. در همین حال سید اکبر آقا عضو پیشین گروه طالبان نیز میگوید که ایالات متحده شرط های تازه را در گفتگوهای صلح مطرح کرده است. فعلا در بنبست است. آمریکایی ها این بهانه را کردند و طالبان را به این باور ساختند که بعد از این شرط دیگر را مطرح کنند و ممکن تمدید کاهش خشونت ها را نپذیرند. اما حکومت افغانستان صلح را اولویت می دانند و انتظار دارد که طالبان به صلح واقعی آماده شود. دورانی وزیری معاون سخنگوی رئیس جمهور بیان داشت طالبان باید از جنگ و خشونت دست بردارند و به پروسه صلح به معنای واقعی یک جا شوند.
در همین حال ریاست اجرایه رایزنی های پسین میان نمایندگان آمریکا با طالبان در دوحه را سرنوشت ساز می دارن. دوستان عزیز، تشکر فراوان از این که تا این دم با ما بودین. تا دیدار بعد، بدرود.